عرض سلام خدمت همکاران عزیز، مبحث کانسپت های اندو رو دنبال میکنیم. سوء تفاهم دوم رو میخوام مطرح کنم. آیا واقعا ما با یک کانالی مواجه هستیم که یه اوریفیس این بالا داره و یک فرامن اون انتها؟ آیا واقعا کانال به همین سادگیه؟ پس انشعابات چیه؟ پس فرامن های متعدد چیه؟ ارتباطات کانال ها با همدیگه چی هست؟ دندون سی شیپ چیه؟ چی میگه؟ داستانش چیه؟ ایسموس ها، پلکسوس ها، اینا چی هستند؟ ببینید، عملا این داره به ما میگه که ما با یک کانال به صورت یک قیف مواجه نیستیم به این سادگی. بایستی تصور کنیم که ما با یک سیستم پیچیده تری مواجه هستیم. این کار ما رو سخت‌تر نمی‌کنه. این کار ما رو موفق‌تر می‌کنه. فکر نکنید من در صدد این هستم که کار شما رو سخت بکنم. شما وقتی کانسپت درست داشته باشید، با یکی دو تا کار اضافه انجام دادن، یکی دو تا کار رو که اشتباه انجام میدیم با انجام ندادن اونها، ما به نتیجه درست میرسیم. ما عملا با یک سیستم کانالی ریشه مواجه هستیم. چرا از کلمه سیستم استفاده میکنیم؟ به خاطر این همه پیچیدگی و تنوع. اگر نمی گفتیم روت کانال، نمی گفتیم روت کانال سیستم. این تصویر رو ببینید، انواع اقسام تنوعات وجود داره. اگر فقط مثلا به یک دندون مولر پایین به صورت یک دندون 3 یا 4 کاناله توجه کنید و این همه ارتباطات رو شما نبینید، شما عملا اون قسمت ها رو تمیز نشده باقی میگذارید. خب مسئله اینجاست که ممکنه بپرسین که خب من که نمیتونم اون قسمت هایی که عمود بر کانال های جانبی، قسمت هایی که کانال های فرعی یا فرامن های متعدد رو من نمیتونم اینسترومنت کنم، پس چه اصراری دارم که اصلا بدونم؟ خیر، شما میتونید. در واقع شما به صورت مکانیکال نمیتونید این کانال ها رو تمیز کنید، این پلکسوس ها رو تمیز کنید، ولی به صورت کمیکال اگر فکر کنید که اینها میتونن باعث عدم موفقیت شما بشن، قادر به تمیز کردن اونا هستید. تصور نکنید این آج ریشه دندان یک سیستم بسته هست. تصور کنید که این سیستم کانالی ریشه میتونه در هر جایی یک ارتباط به سطح خارج داشته باشه. نمونه خیلی ساده و شایع اون کانال های فورکال هستند. پس این تصور، زمانی که یک تصور صحیح و درستی باشه، ما را میبره به سمت اینکه سوء تفاهمایی رو که داریم در ارتباط با اینکه یه چند تا فایل ببریم توی یک کانال و یک کانال رو سریع آماده بکنیم و یک چند تا گوتا بذاریم و کانال رو پر بکنیم، این در واقع این سوء تفاهم اصلاح میشه. ما بایستی به صورت بیولوژیک فکر بکنیم و بیولوژیک عمل کنیم. اندو یک درمان کلیشه‌ای نیست. اندو ممکنه هر کیسیش یه داستانی داشته باشه. اندو ممکنه هر کانالی از هر ریشه‌ایش یه مسئله‌ای داشته باشه. و زمانی که ما احاطه به همه اینا داشته باشیم، میدونیم که در اون زمان مقتضی بر روی این کانال بایستی از چه ترفندی استفاده کنیم، چه کارهایی انجام بدیم تا بتونیم به طور کلی راندمان کارمون رو بالا ببریم. در مورد کانال‌های فورکال و سوء تفاهمی که برای اکثر دندانپزشکا وجود داره، که هر رادیولوسنسی در ناحیه فورکیشن رو به نام فورکیشن اینوولومنت تلقی می‌کنن و دندون رو اکس می‌کنن، اینطور نیست. ما کانال‌های فورکال داریم که دقیقاً با مکانیزمی مشابه با زاویه‌ای که در انتهای ریشه تشکیل میشه، در ناحیه فورکیشن تشکیل میشه. کانال‌های فورکال در دو وضعیت میتونن وجود داشته باشن. یعنی در واقع میتونیم ما یک سری کانال های فورکال به صورت کانال جانبی که از کف پاپ چمبر به سمت فورکیشن در واقع باز میشه داشته باشیم، و یا میتونیم کانال های فورکالی داشته باشیم که در یک سوم سرویکال ریشه از کانال به سمت فورکیشن باز میشه. یک حالت در واقع ترکیبی هم وجود داره که در یک دندون ممکنه هر دوتای این کانال ها وجود داشته باشند. خب این در واقع یک مسیر ارتباطی هست بین پالپ و
بافت احاطه کننده ریشه یا پریودونشیوم و این بافت، این راه، این مسیر میتونه به راحتی توسط میکروارگانیسم ها و محصولات اون آلوده بشه و آلودگی و تحریک خودش رو به فضای خارج برسونه و باعث تحلیل استخوان و ایجاد ضایعه بشه. لذا وقتی که ما با چنین کیسی مواجه میشیم که دندان مولری هست که در نایه فورکیشن ضایعه وجود داره، ممکنه در نایه اپیکال حتی ضایعه وجود نداشته باشه، آیا این کیس ما یک کیسی است که فورکیشن اینوولومنت و درگیری پریودونتال داره، یا اینکه یک کیس اندو با درگیری کانال فورکال هست؟ خب کاری که باید انجام بدیم، اولا بد نیست که بیمار رو از نظر پریو بررسی بکنیم، آیا مشکل پریو جنرالیزه بیمار داره یا نداره. این خب یک مسئله. مسئله دوم این هست که اگر ما یک فورکیشن اینوولومنت واقعی داشته باشیم، این ناحیه بایستی از طریق پاکتی که در واقع در اطراف ریشه دندون هست بایستی دتکت بشه، یعنی بایستی با یک پروب پریودونتال نقطه به نقطه شما در واقع عمق این سالکوس یا در واقع پاکت رو پروب بکنید. اگر نوک پروب شما وارد فورکیشن، ناحیه فورکیشن شد و عمقی بیش از 4 میلیمتر رو شما ثبت کردید، آن وقت به فکر این باشید که این دندون درگیری فورکیشن و یا یک درگیری اندوپریو داره. در هر صورت وقتی که ما چنین ارتباطی رو پیدا نمی کنیم و فقط یک رادیولوسنسی در راهی اپیکال می بینیم و دندان هم مشکل اتیولوژیک که داره و که اونو درگیر کرده یک مشکل اندو هست یا در واقع پوسیدگی روی دندون میبینیم و همزمان این درگیری فورکیشن رو هم میبینیم، یه مقداری نسبت به پروگنوز این کیس خوشبین میشیم. با یک درمان اصولی اندو و همراه شستشوی بسیار خوب و مؤثر با هیپوکلوریت که درون کانال این هیپوکلوریت اکتیویت بشه، به حرکت درآورده بشه، با شستشو با هیپوکلوریت گرم، استفاده از درسینگ کلسیم اکسالت بین دو جلسه، همه اینها باعث میشن که ما بتونیم این مسیر آلوده شده کانال فورکال رو به خوبی به صورت کمیکال تمیز بکنیم. آن وقت خواهید دید که بدون هیچ کار اضافه ای شما روت کانال تراپیتون رو تموم میکنید. چند ماه بعد، 6 ماه بعد، سال بعد کرادیوگرافی تهیه میکنید، ببینید اثری از آثار اون رادیولوسنسی در ناحیه فورکیشن وجود نداره. خب سوال دیگه که من اینجا میخوام خدمتتون مطرح کنم اینه که آیا آناتومی کانال برای هر دندان یک الگوی ثابتی داره، یا اینکه دندانهای مختلف میتونن در واقع تنوعات داشته باشن؟ اینجا یک جمله معروف هست که در اندو که میگه اصل بر تنوع هست و نداشتن تنوع استثناء هست. بایستی همیشه به این صورت فکر بکنیم، بایستی نداشتن تنوع رو به خودمون اثبات بکنیم و بعد با خیال راحت بریم سراغ این که مثلا دندون 4 پایین یک کانال است، نداشتن کانال دوم و سوم رو در این دندون باید به خودمون اثبات بکنیم. خب در واقع به این مسئله میگن رول آوت کردن، یعنی تمام مسائل و متغیرهای ممکن رو شما یک به یک رد بکنید و سپس با خیال راحت به درمانتون بپردازید. اگر با تنوعات مواجه شدید، قطعاً بدونید کار شما بسیار سخت‌تر خواهد بود. به طور مثال باز هم دندان پرمولر اول یا دوم پایین مثال میزنم که زمانی که دو کانال میشه بسیار متفاوت هست با یک پرمولر دو کانالی بالا، چون قسمتی که در واقع انشعاب به وجود میاد دور از دسترس شماست، در ناحیه‌ای قرار گرفته که فایل شما وارد اون نمیشه. هر بار فایل رو استفاده میکنید وارد کانال باکال میشه و کانال لینگوال عملا غیر قابل دسترسی هست، که خب نیازمند این هست که در این زمینه شما آموزش دیده باشید، مهارت داشته باشید و تجربه کافی برای
انجام چنین کیس هایی رو داشته باشیم. پس ما به اول میریم سراغ تنوعات. برای بررسی تنوعات ما نیاز به بررسی رادیوگرافیک داریم. رادیوگرافی خوب باید تهیه کنیم. بارها گفتم بر روی دندان، بر روی رادیوگرافی پانورامیک شما کیس سلکشنتون رو انجام ندید. در رادیوگرافی پانورامیک بسیاری از این تنوعات از دید شما دور میمونه. دندون ممکنه یه شکل دیگه اصلا در رادیوگرافی پانورامیک خودشو نشون بده. طول دندون تغییر میکنه و همه اینها باعث میشه که علاوه بر این که وضوع کمتری هم داره، باعث میشه که شما دچار یک اشتباه تشخیصی بشید. برای درمان اندو شما قطعاً یک حداقل یک رادیوگرافی پریاپیکال خوب جدید از دندون نیاز دارید که متاسفانه بسیاری از همکاران این مسئله رو چشم پوشی میکنن، متوجه سختی کیس نمیشن، متوجه تنوعات نمیشن، با یک رادیوگرافی بد یا یک رادیوگرافی پانورامیک کیس رو شروع میکنن و زمانی متوجه میشن که این دندون چه دندون مشکلی هست، کاش که از اول بهش دست نزده بود. امروزه کاملا مشخص بکنیم که آناتومی یک دندون چند کاناله است، به چه صورته. اینها همه با دانشی که از رادیوگرافی داریم، با رادیوگرافی که با زاویه میگیریم یا با رادیوگرافی که بدون زاویه میگیریم یا حتی با توسط سی بی سی تی، تمام اینها رو ما میتونیم بررسی بکنیم و بعد با خیال راحت درمان رو شروع کنیم و به اتمام برسونیم. تصور کنید دندون پرمولر پایین با دو کانال رو شما یک کانال درمان بکنید، یک کانال همچنان حاوی پالپ زنده یا پالپ نکروتیک و محرکات باشه، روی این دندون کراون انجام بدید و بعد بیمار با مشکل برگرده. خب زمانی که شما چنین دندونی رو یک کانال درمان میکنید، عملا راه درمان مجدد این دندون رو هم شما بسیار سخت خواهید کرد. در مورد انواع تنوعاتی که هر دندون میتونه داشته باشه، من در اون مباحث کوتاه یک دقیقه دندان به دندان دارم خدمتون عرض میکنم و خواهش میکنم که اون ویدیوهای کوتاه یک دقیقه ما رو هم حتما ببینید و دنبال کنید. نکات مفیدی در اونها گفته میشه که قطعا در واقع به شما کمک خواهد کرد. ببینید، اندو یک عملی است از هزاران نکته و هر نکته جای خودشو داره. شما با ندونستن یک نکته ممکنه عملا به سمت اشتباه برید، ولی هر چقدر دانش خودتون رو ببرید بالا، هر چقدر این مسائل رو بدونید و در واقع در اون کتابخونه‌ای که در مغزتون از اندو دارید تمام این احتمالات رو اونجا در واقع داشته باشید و مطالعه کرده باشید، به زمان خودش که میرسه همان یک نکته به شما کمک خواهد کرد. لذا فکر نکنید که اندو فقط یعنی اکسس، شیپینگ و ابتوریشن. چنین چیزی اصلا نیست. اندو یک پکیج هست و این پکیج بایستی در تمامی قسمت‌ها به نحو مقتضی انجام بشه. شما اگر در هر کدوم از قسمت‌هایی که برای کار اندو لازم هست اگر کاستی داشته باشید و کم بگذارید و در یک قسمت دیگه اون رو تا طیف کامل تا 100% انجام بدید، منتظر نتیجه خوب نباشید. بایستی سعی کنید که هر کدوم رو به بهترین نحوی انجام بدید. در واقع یک عمل کننده موفق کسی است که تمامی این اجزا و المان‌ها را به نحوی انجام بدهد که هر کدوم به جای خود به بهترین نحوی انجام شده باشد. در چنین حالتی است که شما میتونید یک درمان پیشبینی شده، یک پردیکتبل اندودونتیکس داشته باشید. در چنین حالتی هست که شما میتونید ترمیمتون رو حتی همون جلسه اندو انجام بدید. در چنین شرایطی هست که شما میتونید چند روز بعد تراش کرانتون رو انجام بدید. چرا؟ چون شما یک درمان اندو پیشبینی شده انجام داده اید و به کار خودتون شک ندارید. اگر هم قرار شد زمانی روی این دندون کاری انجام بشه، اون در واقع درمان مجدد نیست، چون آنچه که بایست انجام می شده به خوبی توسط شما انجام شده. ممکن است مشکلی درون کانال ریشه وجود داشته که با رود کانال قابل برطرف کردن نبوده. اون وقت است که
شاید با جراحی اپیکال بتونیم اون مشکل رو برطرف بکنیم. لذا توصیه میکنم که همیشه به سمت بهتر شدن، به سمت یاد گرفتن باشید و در هیچ نقطه استاپ نکنید. آن چیزی که شما دیروز یاد گرفته اید شاید پس فردا دیگر به درد شما نخورد، و اگر هم میخورد شاید در مورد جزئیات آن بایستی تجدید نظر کنید. همیشه آپدیت باشید و همیشه به روز. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.